سپاسگزار. خب در ابتدا من یک تشکر ویژه میکنم از شما دوستان عزیز و برگزار کنندگان این مراسم. جای تقدیر تشکر داره در بین این همه نامهربانی این هموطنان عزیزمون که در خارج از کشور زندگی میکنن، در دوسلدورف در ایالت نوردراین وستفالن. من فکر میکنم خیلی ایرانی وجود داره، خیلی ایرانی هست و همیشه گفتم که جای تأسف داره چه شنبه باشه، چه دوشنبه باشه، چه سه شنبه باشه، فرق نداره. برای ایران عزیزمون باید بیاین حضور داشته باشیم، همونجوری که بچه های کف خیابون رفتن حضور پیدا کردن، همونجوری که سارینا اسماعیل زاده رفت، همونجوری که نیکا شاکرمی رفت، همونجوری که محسن شکاری رفت، همونجوری که بچه ها با خونشون کف خیابان های ایران رو گلگون کردن. مادر داغداری اونجا هست و من هر وقت ایشون رو میبینم واقعا شرم و حضور میکنم. خواهش میکنم تشریف بیارید جلو، اگر ممکنه شما تشریف بیارید جلو، من به افتخار ایشون یک کف مرتب بزنید. حال ایشون رو ما هیچ کدام نمیتونیم درک بکنیم، این یک واقعیتیه که باید قبول بکنیم. حال ایشون یک چیز وصف ناپذیریه. تا آخوند کفن نشود، اینو بلندتر بگید، تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود، تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود، تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود. ننگ بر سفاست ملا چپی مجاهد، ننگ بر سفاست ملا چپی مجاهد، ننگ بر سفاست ملا چپی مجاهد. حالا من چرا میگم ننگ، چرا نگفتم مرگ؟ برای اینکه ما اگر بگیم مرگ مثل اونا میشیم دیگه، ما میگیم ننگ و ننگ و ننگ و ننگ بر سفاست، ننگ بر شورشیان 57 که پشیمان نیستند. بعضی از شورشیان 57 پشیمانند و آمدند در سمت درست تاریخ ایستادند. من یکی از کسانی هستم که با زبان تند گاهن حالا یک حرفهایی هم میزنم، انتقاداتی به ما وارده، خیلی بد صحبت میکنم. و چندی پیش بود که یک عزیزی آمد در اینستاگرام و به من گفت آقا من الان چه کار کنم که پشیمانم، الان میخوام کنار شما بایستم، چه کار کنیم؟ آقا فرشاد اینقدر میگی به ما فحش میدی، فلاکت میدی، من یکی از اون شورشیان 57م، آقا من الان پشیمانم چه کار کنم؟ تو میای هر شب لایف میذاری و داری به ما میزنی میگی فلان. حرفهاش رو گوش دادم، دیدم که این عزیز واقعا خب پشیمانه دیگه، حرفی نداره بزنه. من گفتم که خب، گفت الان چیکار کنی، ما رو بکشی بالا راضی میشی؟ گفتم نه، من کی باشم که تو رو بکشم بالا، ولی من و من و امثال من، تو یک جوانی به ما بدهکاری. شما شورشیان 57 چه پشیمان شده چه پشیمان نشده، شما یک جوانی به ما بدهکاری. حالا دمت گرم که پشیمان شدی، آمدید سمت درست تاریخ ایستادی، کنار ما ایستادی، دمت گرم. من میدیدم دوست عزیزی بانوی محترمی اینجا میگفت ننگ بر سفاست حامد مسیح، اون یکی نمیدونم مریم مسیح و حامد، درست میگه ایشون واقعا، واقعا ننگ بر. من اینجا دارم الان با میکروفون میگم دیگه، حتما صدای منم میشنون دیگه، این فیلم پخش میشه دیگه. ننگ بر مسیح، ننگ بر اسی، ننگ بر مریم، ننگ بر داریوش اقبالی. من اینو همیشه گفتم، داریوش اقبالی، ای ملت ایران، ای مردم شریف ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنید، در سالن اوبرایزن من نمیدونم 15,000 نفر چقدر جا میگیرن، داریوش اقبالی اونجا رو سولداوت کرده بود. نمیدونم کسی که بعد از 50 سال فرق شاه و شیخ رو نفهمید، اون چه ارزشی داره واقعا؟ اون چه وجه قانونی؟ آقا من کاری به هیچی ندارم، آقا من پادشاهی خواهم،
شما به من ممکنه بگید، شما میگم شما عزیزان حاضر رو نمیگم، عزیزانی که بعدن اینو گوش میکنن و من مطمئنم میخوان درباره من توییتر اسپیس بذارن و و و دا. من اصلا عاشق حاشیه هم، همیشه حاشیه دنبال میکنه منه، میدونم بعدن میخوان برای آقا من کاری به هیچی ندارم، پادشاهی چپی راستی این بر، چطور تو فرق شاه و شیخ رو نمیفهمی؟ مگر میشه کسی فرق شاه و شیخ رو نفهمه؟ اون آدم خیلی باید بیشعور باشه، خیلی باید با بیشرف باشه، با شرف زیستن خیلی سنگینه، با شرف زیستن خیلی هزینه داره، با شرف زیستن اینجوری به این راحتی نیست. من چند روز پیش میدیدم که پرواز هما بچه رشتن، میدیدم که این پسر پرواز همای تو رشت کنسرت گذاشته و مردم میخوان بلیتشو بگیرن، من چند شب پشت سرم لایف گذاشتم که بابا بلیت اینا رو نخرید، این پرواز همای کسی بود که تا ببخشید من اینجوری من میتونم خیلی راحت صحبت کنم؟ آره؟ آره، پرواز همای تا خایق هم شده بود برای زینب سلیمانی، کسی که تا خایه خم میشه برای زینب سلیمانی، شما چطور میری بلیتشو میخری؟ شما شرف فروشی؟ شما مگر میشه الان در این قرن در حال حاضر دنیای ارتباطات اسرائیل اگر میبینید دیشب با 140 فروند هواپیما بر فراز آسمانهای ما رفت؟ آره من خوشحال شدم، من با چشمانی اشکبار خوشحال شدم، من با چشمانی گریان خوشحال شدم. خیلی بد شما با چشمان اشکبار خوشحال بشید، هم غم داشته باشی هم خوشحال باشی. ایران منه، سرزمین منه، خاک منه. اگر شاهنشاه آریامهر، شاهنشاه فقید محمد رضا شاه بود، آیا کشورهایی از این دست جرأت داشتن چه اصلا وجودش داشتن نزدیک بشن؟ به هیچ عنوان. اما جمهوری اسلامی کاری کرد که ملت شریف ایران الان خوشحالن. هیچ ملتی، مردم خیلی ها، شما در سر تا سر این جهان پهناور، این 200 تا کشور، 199 تا کشور، شما نمیتونید کشوری رو پیدا کنید که اساسا مردمش خوشحال باشن از این که کشور دیگری بر اون که به خاک اون کشور حمله کنه. و ما تنها کشوری هستیم، مردمی هستیم که خوشحالیم که بنیامین نتانیاهو، آقای یوآف گالانت، آقای دانیل هاگری آمد و دلسوزانه پیامی داد به مردم ایران. شما اگر پیام جناب آقای بنیامین نتانیاهو رو گوش بکنید میبینید که چقدر دلسوزانه با مردم صحبت کرد. و این دموکراتای جو بایدن آخون، چی بگم، جو بایدن آخوک باعث شد دیشب اون اقتدار خودش رو اسرائیل یه مقدار ترمز دستیشو کشید. شما اگر به پیام بنجامین نتانیاهو دقت کرده باشید، پیامی که داد گفتش که من، شما ملت ایران به روز آزادی دارید نزدیک میشید، یک همچی حرفی زد. چون اون چیزی که تو ذهنش بود این بود که سر اختاپوس رو بزنه. و حالا دنیای سیاست یک دنیای بسیار کثیفیه که من کمترین خب خیلی سر در نمیارم ازش واقعا. من یک کمدین بودم که جبر باعث شد من بیام و بشم یک کنشگر سیاسی، و کنشگر سیاسی باقی خواهم ماند تا روز آزادی، روزی که ایران عزیزمون آزاد بشه و اونجا جشن میگیریم. من باز هم همان کمدینم، همیشه گفتم من رسالتم این بود که مردم رو بخندونم. من صدای خنده مردم برام سمفونی عشق هست و بود، هست، خواهد بود. من زمانی که توی ایران بودم کنسرت خنده وقتی میذاشتم، سالن اگه 700 نفر بود 800 تا بلیط میفروختم، همه رو زمین مینشستن و من شرمنده بودم واقعا. آمدم اینجا اون بخش طنز من از بین رفت، برای این که وقتی که من میبینم یک بچه ایرانی، بچه ای که تو بال سیستان بلوچستانه، آقا نمیدونه آووکادو چیه. بذارید من خیلی ساده صحبت کنم. آووکادویی که شما میرید تو روی یک یورو میخرید، آناناسی که شما میرید توی لیدل یک یورو خورده ای میخرید، توی ایران 600 هزار تومنه.
و مردم نمیدونن چیه. من ملت ایران دارن با فقر و فلاکت دست و پنجه نرم میکنن و کفتار صفتانی مانند مسیح علی نژاد، مانند حامد اسماعیلیون و و و اسم بریم خیلیه، انقلاب ما رو باهاش کاری کردن که جمعیت 20,000 نفری دوسلدورف شده اینقدر. من مسببش رو اونا میدونم، من لاغل مسببش رو اونا میدونم، این چند دستگی ایجاد کردن اونا میدونم. اما رضا شاه دوم آمد در سخنرانی های اخیرش، دیدیم که چه گفت، همه شنیدیم چقدر دلسوزانه صحبت کرد، مثل یک پدر صحبت کرد. گفت که جنگی که میخواد صورت بگیره جنگ ملت ایران و اسرائیل نیست، جنگ ایدئولوژیه، جنگ تکنولوژی بر علیه ایدئولوژیه و ما چه بخوایم چه نخوایم باید پشت این مسئله وایسیم و پشت این مسئله بمونیم. اسیر احساسات نشید، من خواهش میکنم ازتون. عکس دو نفر رو منتشر کردن، گفتن آقا اینا در حمله دیشب اسرائیل کشته شدن، شهید و معید و اینا که داستانه، گفتن کشته شدن. من رفتم کامنت ها رو اون زیر اوپل برخواهی کامنت ها، این مردمی این کامنتی که شما داری میبینید پشت این کامنت یه آدم وایساده دیگه، آدم اون کامنت رو نوشته. من بعضی دیدم بعضی نوشته آقا شهید بوده در راه وطن. نه خیر، ارتشی که در دوران انقلاب ملی مهسا در کنار مردم نبود، ارتشی که در کنار مردم نبود اون ارتش ملی ایران نیست، اون ارتش جمهوری اسلامیه، اون نیروی جمهوری اسلامیه. اون ارتش ربطی به من شما و تمام ملی گرایان نداره. همین نرگس محمدی که الان در زندانه، همین گفته بود یک سال پیش من درخواست کرده بود از اسرائیل که آتش بس بکنه. همین نرگس محمدی، همین افرادی که تو بغل هاشمی رفسنجانی بزرگ شدن، همین اصلاح طلبان، اظهار طلبان، ببخشید معذرت میخوام من اینجوری حرف میزنم، اینها یک مشت آدمهای پیزوری ناچیز هستن که واقعا نمیتونن آزادی و آزادگی ملت ایران رو ببینن. چرا که اگر ایران عزیزمون آزاد بشه اینها دیگه جایگاهی ندارن، چون مردم ایران یک سر داد میزنن رضا شاه روحت شاه، رضا شاه روحت شاه، رضا شاه روحت شاه، پاینده ایران جاوید شاه، پاینده ایران جاوید شاه. تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود، تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود. ننگ بر سفاسد ملا جمی زباهه، ننگ بر سفاسد ملا جمی زباهه، ننگ بر سفاسد ملا چفی مجاهد، ملا چفی مجاهد، ملا چفی مجاهد. مدیون مامانتونین اگر محکم نگید. حالا دارید دیگه، بالاخره اگرم مرده بازم مدیونشید دیگه. ننگ بر سفاسد ملا چفی مجاهد. آقا من بچه تئاترم، میکروفونم نباشه من کار صدام میرسه. نه ننگ بر سفاسد ملا چفی مجاهد، ننگ بر سفاسد ملا چفی مجاهد، ننگ بر سفاسد ملا چفی مجاهد. پاینده ایران جاوید شاه، پاینده ایران جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. بدرود به همه شما دوستان عزیز. Thank you.